سلام همگی دوستان عزیز، وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوها با آپدیت تحلیل تری کلاسیک. در حال حاضر دارید مشاهده میکنید که شاهد رشد از سمت تری کلاسیک به سمت تارگت 27 بودیم و از این کفی که برای خودش تشکیل داد به سمت بالا یک رشدی رو تجربه کرد و الان در حال حاضر میتونیم بگیم 3.25 اینا داره نوسان میکنه. همونطور که یادتون هستش ما رسیدیم دوباره به مقاومت خودمون که یک بار اینجا ما استاپ هانت داشتیم و دوباره به سمت پایین حرکت کرده، احتمالش وجود داره که همین تکرار بشه. خیلی حالا توی کامنت ها اومدن گفتن که روش کرد دوباره یه آپدیت تحلیل بذار و گفتیم که چشم، حتما تا انتها کامل نگاه کنید. دوستان لایک کردن ویدیو دیگه فراموش نشه، بزنید روی دکمه لایک کردن و کانال ما رو هم حتما سابسکرایب داشته باشید. نظرتون رو هم حتما زیر این ویدیو بعد از دیدن این ویدیو کامنت کنید. خب بریم با هم دیگه حالا ازاز قیمتی نگاه کنیم. بچا نکته جالب اینجا وجود داره، ولوم 24 ساعته رسید به عدد 600 میلیون دلار. با ولوم 24 ساعته ما چند تا تکنیک مهم داریم، اونایی که نمیدونن دیگه باید کامل ویدیوها رو دنبال کنن که مطلع بشن. این ولوم اگر روی 600 میلیون دلار بمونه و چند روزی روی این عدد ثابت باشه و قیمتش روی 324 و 25 اینا نوسان کنه، رشد تری کلاسیک همچنان ادامه دار خواهد بود. پس این نکته رو حتما توی یه گوشه ذهنتون داشته باشید و بر اساس ولوم هم بیاین یه نگاهی داشته باشید. برای اینکه دوستان بتونید آموزش‌های خودتون رو بیشتر کنید و بتونید تجربه به دست بیارید تو این بازار، برید حتما این را نگاه کنی. مثلا الان که روی 600 میلیون دلار هستش، فردا ببینی که این ولوم 24 ساعته عددش چنده. حالا ما آپدیت تحلیل میذاریم، مثلا الان که روی 600 میلیون دلار هستش، گفتم که بین 24 و 25 اینو نوسان کنه، همچنان میتونه تری کلاسیک رشد خودش رو ادامه بده و ادامه دار باشه به سمت بالا. چرا؟ چون که این حجمی که در این قیمت داره میخوره نشون دهنده این هستش که تقاضا و حجم زیاده و باعث میشه که خود به خود تقاضا بیاد افزایش پیدا کنه و به سمت بالا یک جهش دیگه داشته باشه. ولی فعلا تکنیکالی برای ما خیلی مهمه. مثلا الان ولوم 24 ساعته از 600 میلیون دلار بیاد دوباره یه دفعه یه 40% بریزه، یه دفعه مثلا 50% بریزه و برسه مثلا 400 میلیون دلار، این نشون میده که این هم میتونه با همراه با قیمتش به سمت پایین بیاد حرکت کنه و اون تارگت های پایین خودش رو دوباره ببینه. از این ور USDC رو نگاه کنیم، همراه با تری کلاسیک رشد کرده به سمت بالا و این رشدی که حالا هر دو اینها داشتن به بیت کوین هم بستگی داشت، که بیت کوین تا 21500 اینا هم یه رشدی رو داشت تجربه کرد که حالا در ادامه ویدیو تکنیکالی اون رو هم بررسی میکنیم. و ولوم 24 ساعته اینم حالا رشد کرده، ولی فعلا اون مقاومت جدی خودش روی میتونیم بگیم 4 سنت همچنان وجود داره و میزنه روی سرش که بیاد بیفته روی 3 سنت و اون عدد رو دوباره ببینه و بعد حالا خودش رو جمع کنه و اون به سمتی که دلش میخواد بیاد حرکت کنه. از این ور تراید و طبیعتا رشد کمتری داشته و درصد بندی کنیم، اولین رشد و بیشترین رشد تری کلاسیک، دومی یو اس تی سی و سومی هم که تریدو بوده که کمترین رشد رو داشته، حتی از بیت کوین هم کمتر بوده رشد تریدو و این نشون میده که کمتر کم کم و کم کم همه جامعه و نگاه ها داره به سمت این دوتا حرکت میکنه، بیشتر روی تری کلاسیک که این اتفاق بیفته طبیعتا برای ما بسیار مثبت هستش. من داشتم پروپوزال ها رو نگاه میکردم و یکی از پروپوزال ها رو دیدم که بسیار جالب بود و خواستم که حالا با شما هم به اشتراک بذارم. اینه که دوستان تری استیشن به صورت کامل نمیتونه کار کنه و برخی از وبسایت‌ها هستن که توسط دوکوان دیگه همتون میشناسید داره بسته میشه، یعنی یه دشمنی رو داره با اون تری کلاسیک و اون افرادی که پشت تری کلاسیک هستن و دارن به سمت غیر متمرکز شدن حرکت میکنن. دوکوان میاد این اجازه رو نمیده بهشون و میگه که آقا من رو هم دخالت بدی مثلا توی کارهای خودتون و دوست نداره که تری کلاسیک به سمت غیر متمرکز شدن یا دسنترالایز بیاد حرکت کنه. حالا اومدن یه دونه پروپوزال جدیدی رو به میتونیم بگیم به جامعه کامیونیتی تری کلاسیک ارائه دادن و اون هم مبنی بر این هستش که میخوان که این دسترسی ها رو به تمام اون افرادی که پشت لونا هستن بدن تا تمام پروژه تری کلاسیک به سمت غیر متمرکز شدن بره و این اتفاق یعنی مثبت. اگر این پروپوزال به صورت کامل انجام بشه و تمام دسترسی ها از دوکوان برداشته بشه و تمام دسترسی ها بیفته مثلا بین هولدرها یا غیر متمرکز بشه، یعنی نتونن یه نفر مثلا دستکاری کنن روی پروژه یا بیان بلاکچینش رو خراب کنن یا کداش رو دستکاری کنن یا قیمتش رو بیان افزایش بدن یا کاهش بدن، اگر این پروپوزال به صورت
صورت کامل تایید بشه، ما به سمت غیر متمرکز شدن میریم. و خودم به شخص اگر یه پروژه به اسم ترای کلاسیک غیر متمرکز بشه، حالا خودم دارم مثال میزنم، بیشتر روی اون سرمایه‌گذاری میکنم، حالا چه برسه به هولدرها. و این خودش باعث میشه که یک جو مثبت ایجاد بشه و ترای کلاسیک به سمت بالا حرکت کنه. یه پروژه شکست خورده ای که میاد غیر متمرکز شروع میکنه دوباره، این خودش یه فاند میتونه قوی باشه، ولی در حد پروپوزال هستش. فعلا دارن رای جمع میکنن و چیزی حدود میتونیم بگیم 7 8 تا ولیدیتور اومدن رای دارن، بقیه ولیدیتورها رای ندادن و باید ببینیم که به چه شکلی این پروپوزال جلو و پیش خواهد رفت. حالا پروپوزال های مختلف دیگه ای که وجود دارن، هر کدوم از اینها داره انجام میشه. مثلا ترای کلاسیک 2 میخوان یه دونه ایدراپ جدید داشته باشن، یه پروپوزال جدیدی که مربوط هستش به کامیونیتی لونا. و همه اینا رو حالا من بررسی کردم، همه پروپوزال هایی که در حال اجرایی شدن هستن، همشون برای کمک به پروژه ترای کلاسیک دارن انجام میشن و این میتونه برای ما بسیار تاثیرگذار و مثبت باشه. و اما بریم حالا از لحاظ قیمتی نگاه کنیم و از لحاظ تکنیکال بررسی کنیم. دوستان تکنیکال گفتم برای شما، برای ما داره نشون میده. من خودم که حالا تو فارکس اینا دارم کار میکنم، بیشتر بر اساس تکنیکال دارم کار میکنم. فاندامنتال رو هم بلد هستم، مثلا فاندامنتال هم کار میکنم، ولی هدف اصلی من تکنیکالیه. و از لحاظ تکنیکال میتونیم سود بسیار خوبی رو در بازارهای کریپتوکارنسی به دست بیاریم. فاندامنتال تا یه حدی هستش، ولی تکنیکال کندل ها همیشه بودن و همیشه در حال تشکیل شدن هستن. الان تکنیکالی داره برای ما چه چیزی رو نشون میده؟ خیلی ها گفتن که آقا روش کرد تحلیل اشتباه در اومد و گفتن که آقا چرا تحلیل اشتباه در اومد. ببین دوستان، من بارها گفتم برای شما، ما همچنان توی کیف پول خودمون ترای کلاسیک داریم، یعنی اونایی که همین الان دارن ویدیو رو مشاهده میکنن، توی کیف پولشون 10% بالای مثلا 50 دلار 100 دلار ترای کلاسیک اومدن سرمایه‌گذاری کردن. ولی ما گفتیم که هنوز خرید انجام ندید و صبر کنیم که مقاومت پیش روی خودمون که این عدد هست شکسته بشه. آیا الان شکسته شده؟ خیر، فعلا شکسته نشده و میتونه حتی در حد یه پول بک باشه. ببینید اینجا رو نگاه کن، حالا میتونه شکسته هم بشه. ما اول ویدیو گفتم برای شما بر اساس حجم همچنان میتونیم افزایش قیمت داشته باشیم، ولی برای اینکه بتونیم خرید انجام بدیم باید مطمئن باشیم و بعد بیایم خرید انجام بدیم. الان که داره رشد میکنه، یک بخشی از مثلا اونایی که اینجا خرید انجام دادن و توی ضرر هستن داره جبران میشه، یه بخشی هم توی سود هستن، دوباره سودشون داره برمیگرده. الان که داره اینجا چه اتفاقی برای کندل ها میفته؟ این کندل که ما عدد میتونیم بگیم 3025 و 500 رو برای شما گفتیم که یه دونه مقاومت مهمی هستش، یک بار اینجا اومده استاپ هان کرده. یعنی چی؟ یعنی اینجا اومده اونایی که پوزیشن سل گرفته بودن استاپو گذاشته بودن مثلا این پشت، اومد استاپ هاندشون کرد، انداخت از بازار بیرون و دوباره حرکت کرد به سمت پایین و یه هرس بزرگی به اونا داد. و جالبش اینجا هستش که از اینجا هم یه دونه استاپ هانتی ما داشتیم، الان دوباره همین داره تکرار میشه. مثلا اینجا یه شادوی بلندی داریم، دو تا حالت داره، دو تا سناریو داره و هنوز این مقاومت 3025 3025 و 500 اینا شکسته نشده. چرا؟ ببین این کندل در حد شکسته شدن نیستش، یه نفوذ کرده به اون. ولی اگر این کندل اینجا شکسته میشد، یه قانونی رو توی تکنیکال بهتون بگم، مثلا ما یه مقاومتی رو رسم میکنیم، این خیلی مهمه و توی حالا دوره های آموزشی بهتون یاد میدن، مثلا ما یه دونه مقاومتی رو رسم میکنیم، خب اون مقاومت یه کندل نیاز داره که شکسته بشه. مثلا این کندل و این مقاومت رو در نظر میگیریم، اینجا آیا این کندل شکسته شده؟ این مقاومت ما رو اومده شکسته؟ خیر. چرا؟ ما برای اینکه بگیم که یه مقاومت شکسته شده، باید 30% از اون بادی کندل بالاتر از اون مقاومت باشه. مثلا این اگر اینجا بسته میشد، یعنی میومد اینجاها بسته میشد، این کندله به جای اینکه اینجا بسته بشه میومد اینجا بسته میشد، میتونستیم بگیم آقا اینجا شکسته شده، یعنی 30% از بادی کندل بیرون از مقاومت هستش. ولی الان میبینیم که اصلا این درصدی حساب نمیشه، یعنی خیلی ریز و یه نفوذی داشته، دوباره شادو کرده به سمت پایین و اینجا اومده بادی بسته شده و کندل بعدی میبینیم که به سمت پایین حرکت کرده. و از کجا دوم، حالا دومین حالتش اینه که از کجا میتونیم تشخیص بدیم که شکسته شده یا نه؟ اولین حالتش اینه که حالا گفتم برای شما بادی کندل 30% بیرون از مقاومت باشه. دومین حرکت اینه که کندل بعدی که تشکیل میده اگر به سمت بالا حرکت کنه، اینجاها بیاد رشد کنه، یعنی اینکه این مقاومت شکسته شده، بخر باهاش به سمت بالا حرکت کن، برو تا مثلا تارگت 33. در غیر این صورت اینو بدونی که الان که داره به سمت پایین حرکت میکنه، نشون میده که این مقاومت هنوز شکسته نشده، ولی در آینده یا مثلا فردا، ببین من هم این طرفشو میگم برای شما، هم اون طرفشو میگم، اگر فردا بیاد مثلا کندل فردا 7 ساعت هم مونده که بسته بشه، اینجا بسته بشه، یعنی روش کنه، شادو کنه، بادیش با
بالاتر از مثلا این مقاومت 325 و 500 اینا باشه، ما میتونیم بگیم که این مقاومت شکسته شده، بخر و باهاش به سمت بالا حرکت کن. در غیر این صورت دوباره ما به سمت پایین حرکت خواهیم کرد و این مقاومت برای ما میتونه به عنوان یک مقاومت جدی باشه که ما قیمت ترای کلاسیک رو دوباره به سمت پایین ببینیم و بیاد این عدد 19 و حالا 700 اینا 800 اینا رو دوباره پر کنه. پس این نکته رو در نظر بگیرید و هنوز زمان خریدش نرسیده و من خودم شخصا بیشتر دوست دارم که زمان خریدش برسه بیام اعلام کنم برای شما. اگر یادتون باشه بارها زمانی که خودم خریدم گفتم آقا اینجا بخرید اونجا بخرید، خودم هم اگر صلاح دونستم که زمانش برسه حتما برای شما اعلام میکنم. نگران این موضوع نباشید. مثلا ببین دوستان، من توی الان چیزی حدود فکر کنم یه سال الان از فعالیت ما توی یوتیوب داره میگذره. چند روز پیش دلار روی 34000 تومان بودش، اومدیم یه دونه ویدیو منتشر کردیم گفتم دلار بخرید طلا بخرید، الان برید قیمتش رو نگاه کنید و از این سیگنال بیاین استفاده کنید و برای شما من گفتم که خرید خودتون رو تکمیل کنید. طبیعتا اونایی که اون ویدیو رو دیدن الان توی سود هستن و میتونن باز هم سیو سود انجام بدن، از دلار بیان خارج بشن، ولی همچنان رشد از سمت دلار میتونه ادامه دار باشه تا 38 اینا. حالا من توی اون ویدیو کامل برای شما توضیح دادم، برید نگاه کنید و بعد تصمیم بگیرید که هر کاری میخواین انجام بدین. پس اینو مطمئن باشید که اگر روی تری کلاسیک هم یک موقعیت مناسب پیش بیاد حتما اعلام میکنم و میگم که بخرید. الان تو کیف پولمون تری کلاسیک همچنان داریم، رشد هم کنه، تحلیلای ما هم فیل بشه، خریدم انجام ندیم، باز هم توی سودیم، باز هم میتونیم سود کسب کنیم. پس اینو در نظر بگیرید، همچنان دیدمون برای بلند مدت روی تری کلاسیک مثبته. همین استیبل کوینشو گفتم، روی هر قیمتی برای مثلا چند سال آینده در نظر بگیرید، همین الانش هم مناسبه بخرید، چون که به یه دلار برسه سود خوبی رو میتونه بهتون بده. اینم از این موضوع که کامل برای شما گفتم، امیدوارم که مطلع شده باشید. الان توی تایم فریم هفتگی دارم نگاه میکنم، توی تایم فریم هفتگی این کندل مثبت رو نگاه کن، یه دونه کندل مثبت داریم که چیزی حدود یک روز و 8 ساعت مونده که این کندل بسته بشه. این کندل اگر بیاد این بالاها بسته بشه، ببین خیلی مهمه اینجا، علاوه بر شکسته شدن این مقاومت میتونه بادی کندل اینجاها بسته بشه و همین میتونه یه سیگنال خرید باشه، همین کندل میتونه یه دونه سیگنال خرید باشه. ولی منتظر هستیم و باید منتظر باشیم ببینیم که فردا به چه شکلی خواهد بود این کندل. پس صبر داشته باشید، نگاه کنید، بریم یه سری هم به بیت کوین بزنیم. بیت کوین هم بچا رشد خوب رو تونسته تجربه کنه، اگر اینجا بتونه سرچ کنه و پیدا کنه، من بایننس رو باز کنم و توی بایننس نگاه کنیم. ببین بیت کوین نگاه کن، کندل هفتگی رو نگاه کن، پشت سر هم مثبت داره حرکت میکنه به سمت بالا. این کندل هفتگی داره این رو نشون میده. یه نکته جالبه بگم، بیت کوین به روند خیلی میفته. مثلا این کندل هفتگی رو نگاه کن، پشت سر هم رفته، یعنی 1 2 3 4 5 6 تا، حالا 5 تا در نظر بگیریم، کندل پشت سر هم مثبت بوده، 1 2 3 4 5 6 تا. اگر به این شکل باشه ما باید مثلا تا 23 و 22 و اینا یه رشدی داشته باشیم، این رشد ادامه دار باشه و نزولاش هم همینطوریه، 1 2 3 4 و به همین شکل پشت سر هم روی روند بیفته. کندلا پشت سر هم میبینی که منفی اند و به سمت پایین دارن حرکت میکنن، که اینم حالا بر اساس روانیه میتونیم بگیم بازار هستش که میتونیم خودمون به دست بیاریم. تکنیکالی گفتم 22 رو ببینیم که میتونیم پر کنیم یا نه، منتظر این هستم که عدد 22 بیاد پر بشه و اگر عدد 22 پر بشه میتونیم دوباره تصمیم بگیریم که به سمت پایین حرکت میکنیم، میایم اینجا 17000 و 15000 پر میکنیم یا نه. برید ویدیوهای بیت کوین هم نگاه کنید دیگه، من راجع به هر چیزی صحبت کردم، راجع به بیت کوین صحبت کردیم، راجع به دلار صحبت کردیم و همشون رو هم مستقیم گفتم، نیومدم بگم که آقا نمیدونم مثلا چه اتفاقی میفته. هر اتفاقی که بیفته من برای شما اعلام میکنم. دمتون گرم که تا اینجا مشاهده کردید. دوستان اینستاگرامو فالو کنید، پایین ویدیو دیسکریپشن لینک اینستا رو گذاشتم و فعالیت‌های بسیار زیادی رو انجام خواهیم داد. فعلا منتظرینم که وضعیت اینترنت مناسب باشه و تلگرام هم که پایین ویدیو و دیسکریپشن لینک تلگرام هستش و راجع به صرافی ها میخوام یه صحبتی داشته باشم، یادم رفت، فردا شاید احتمالاً راجع به صرافی ها هم یه دونه ویدیو منتشر کنیم. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی، فعلا خدا نگهدار.